21 روز اسفند ماه برابر با 12 مارس، روز ملی کشور آفریقایی گابون. سرزمین گابون در غرب آفریقا و در همسایگی کشورهای کامرون، گینه استوایی و کنگو با جمعیتی در حدود 1,200,000 نفر، اغلب دارای ملیت سیاه، پیرو آیین مسیحیت با زبان رسمی فرانسوی که پایتختش شهر لیبرویل و واحد پولش فرانک سی اف ای می باشد، نظام سیاسی این کشور جمهوری است. روز ملی کشور موریس. کشور موریس جزیره‌ای در جنوب شرقی آفریقا در اقیانوس هند و در شرق ماداگاسکار با جمعیتی در حدود 1,000,000 نفر، اغلب از نژاد هندی و دورگه، پیرو آیین هندو، با زبان رسمی انگلیسی که پایتختش شهر پورت لویی و واحد پولش روپیه موریس می باشد. نظام سیاسی این کشور جمهوری با یک مجلس قانونگذاری است. سال 965 پیش از هجرت برابر با 342 پیش از میلاد، کشور و شهرهای یونانی که از سوی فیلیپ دوم پادشاه مقدونیه تهدید می شدند، برای رفع خطر از خود به اردشیر سوم شاه ایران متوسل شدند و اردشیر نیز به پادشاه مقدونیه اخطار داد و تهدید کرد که اگر به این شهرهای کوچک حمله نظامی ببرد، در این جنگ نابرابر ایران به دفاع از این شهرها خواهد پرداخت. سال 324 خورشیدی برابر با 946 میلادی، شهر بغداد توسط معز الدوله آل بویه فتح شد و المستکفی بالله خلیفه عباسی برکنار گردید. سال 579 خورشیدی برابر با 1201 میلادی، زادروز ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین و ملقب به نصیرالدین، محقق طوسی، استاد البشر و خواجه، شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضیدان و منجم ایرانی. سال 587 خورشیدی برابر با 1209 میلادی، در گذشت جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی، متخلص به نظامی، شاعر، داستانسرا و پارسی گوی که به عنوان پیشوای داستانسرایی در ادب فارسی شناخته شده است. سال 1113 خورشیدی برابر با 1735 میلادی، در پی پیروزی ارتش ایران به فرماندهی نادر بر عثمانی در بین النهرین و کشته شدن توپال عثمان، ژنرال ارشد ارتش عثمانی، و پس گرفتن نجف، کربلا، حله و سامره و در محاصره قرار دادن بغداد، نادر عازم قفقاز جنوب غربی شد تا ارتش عثمانی را از آنجا هم بیرون براند. سال 1304 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، در گذشت ایرج میرزا، ملقب به جلال الملک و فخرالشعرا، از شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود که در قالب‌های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند.